اقتصادی و نچندان گرون قیمت همیشه طرفدارای خاص خودشونو داشتن. اما خب باید قبول کنیم که بازار توی این دسته از محصولات خیلی متنوع نیستش. حالا سامسونگ 2 ماه پیش اومد 2 تا تبلت اقتصادی معرفی کرد، گلکسی تب A9 و A9 پلاس. عضو ارشد این خانواده، یعنی A9 پلاس رو امروز برای بررسی در اختیار داریم و میخوایم بهتون بگیم که این تبلت چه مزایا و معایبی داره و آیا اصلا ارزش خرید داره یا نه. مثل همیشه من سیمین هستم و از شما دعوت میکنم با ادامه این ویدیو همراه من باشید. از میون 2 تا عضو خانواده A9 پلاس اون تبلت بزرگه است که هم نمایشگر بزرگتری داره، هم باتری و هم به صورت کلی ابعاد. وزن کلیش بسته به اینکه چه نسخه ای رو انتخاب کنید بین 480 تا 490 گرمه که خب واسه یه تبلت 11 اینچی اندازه معقولی به نظر میاد. جنس بدنه این تبلت فلزیه و تا حد زیادی میتونه اثرات انگشت شما رو جذب بکنه، مخصوصا تو قاب پشتیش. قاب پشتیش به 2 بخش تقسیم شده، یه بخش کلیش که هیچ المان خاصیش نداره، یه نوار باریک تو سمت چپ دستگاه قرار گرفته که دوربین اصلی اون هست و لوگوی سامسونگ. اگر تبلت رو تو حالت ایستاده یا همون پورتره دستتون بگیرید، کلیدهای تنظیم صدا و کلید پاور و یه میکروفون تو لبه سمت راست قرار گرفته. تو لبه سمت چپ هم فقط شیار کارت حافظه حالا یا سیم کارت قرار گرفته و پین و مگنتی برای اتصال کیبورد به این تبلت. تو لبه بالایی 2 تا شیار برای بلندگو داریم و تو لبه پایینی هم علاوه بر 2 تا شیار برای بلندگو یه میکروفون برای مکالمه داریم، یه پورت USB-C برای انتقال اطلاعات و شارژ دستگاه داریم و جک 3.5 میلیمتری هدفون. احتمالا متوجه نکات مثبت تو طراحی این تبلت شدیم، از جک هدفون پشتیبانی میکنه، یه شیار اختصاصی هم برای کارت حافظه داره. اما خب از اونجایی که این تبلت اقتصادیه، سامسونگ هیچ گواهینامه رسمی برای مقاومت در برابر آب و گرد و غبار برای تبلت در نظر نگرفته. یکی از نکاتی که همون اول متوجه میشید که این تبلت یه تبلت اقتصادیه، حاشیه‌های اطراف نمایشگر هست که انصافا بزرگ هستن. ولی خب نکته مثبت اینه که متقارن طراحی شدن. وقتی از تبلت تو حالت ایستاده استفاده میکنید، دوربین سلفی تو حاشیه سمت راست قرار گرفته، یعنی اینکه سامسونگ این تبلت رو جوری طراحی کرده که شما بتونید تو این حالت، یعنی حالت لندسکیپ، ازش استفاده کنید. نمایشگر 11 اینچی A9 پلاس تقریبا 80% از سطح پنل جلوی این تبلت رو به خودش اختصاص داده. این نمایشگر TFT LCD 90 هرتز، نسبت ابعادش هم 16:10 و به صورت کلی بخوام بهتون بگم خیلی کیفیت عالی نداره. روشنش در سطح خوبیه، یعنی زیر نور مستقیم آفتاب میتونید باش کار کنید، ولی خب خیلی پرنور نیستش. دقت رنگیش هم به همین ترتیب به صورت کلی میان رده، شاید بهترین توصیفی باشه که بتونیم برای این نمایشگر ازش استفاده بکنیم. سامسونگ برای این تبلت از چیپست اسنپدراگون 695 5G استفاده کرده که یه تراشه 6 نانومتری با عملکرد متوسطه. این همون تراشه‌ای هستش که توی گوشی پوکو ایس 5 شیائومی دیده بودیم. و بخوام اگر بهتون بگم از نظر عملکرد سخت افزاری این تبلت در چه سطحیه، با استناد به تستای بنچمارکی که ازش گرفتیم، عملکردش یه چیزی بین گلکسی A24 و A34 سامسونگ و بیشتر نزدیک به A34. طبیعتاً از اونجایی که این تبلت تبلت اقتصادیه، نمیتونید ازش انتظار داشته باشید که بازی‌های جدید و سنگین رو تو بالاترین سطح کیفیت اجرا کنه یا برای پردازش‌های سنگین گزینه مناسبی باشه. اما خب بازی‌هایی که ما همیشه توی بررسی و روی گوشی‌ها و تبلت‌ها اجرا می‌کنیم رو توی این تبلت هم اجرا کردیم و عملکردش خوب بودش، یعنی بازی ها رو تونست با کیفیت پایین و متوسط و اما به صورت روون اجرا بکنه. نسخه‌ای که برای بررسی در اختیار ما قرار گرفته 4 گیگابایت رم و 64 گیگابایت حافظه داخلی داره. البته یه نسخه بالاتر با 8 گیگابایت رم و 128 گیگابایت حافظه داخلی هم برای این دستگاه در نظر گرفته شده. همونطور که تو بخش طراحی هم گفتم، از کارت حافظه پشتیبانی میکنه، یعنی تا 1 ترابایت میتونید فضای ذخیره سازی این دستگاه رو بالاتر ببرید. A9 پلاس یه نکته عجیب و منفی هم داره، اونم این که سنسور اثر انگشت براش در نظر گرفته نشده. تنها روش احراز هویت بیومتریکش هم تشخیص چهره است که از طریق دوربین سلفی انجام میشه. این تبلت
با رابط کاربری وانیوی 5.1.1 بر پایه اندروید 13 راهی بازار میشه. حالا دیگه اندروید 14 به صورت رسمی برای یه سری از محصولات ارائه شده، ولی تا جایی که من دیدم سامسونگ اطلاعات دقیقی در خصوص آپدیت های این تبلت ارائه نکرده و ما اصلا نمیدونیم که این تبلت های قرار اندروید های بعدی رو بگیره یا نه. حداقل تا اینجای کار که داریم بررسی رو ضبط میکنیم در مورد این موضوع اطلاعی نداریم. اما جدا از آپدیت ها، جالب ترین ویژگی نرم افزاری A9 پلاس قابلیت مولتی تاسکینگ یا همون اجرای همزمان چند تا برنامه در کنار همدیگه است که خوشبختانه این قابلیتش یه چیزی شبیه به قابلیت مولتی تاسکینگ تو تبلت های بارالعده سامسونگه. اگه با دستگاه های اندرویدی سامسونگ تا قبل از این کار کرده باشید، به غیر از مولتی تاسکینگ قابلیت عجیب غریب دیگه ای توی این تبلت وجود نداره و همه چیز مثل همون دستگاه هاست. یه نکته منفی دیگه هم واسه این تبلت وجود داره، این که از قلم پشتیبانی نمیکنه و واقعا حیفه که یه نمایشگری با این وسعت برای این تبلت در نظر گرفته باشه و نتونیم از قلم واسش استفاده کنیم. دوربین هرگز یه نقطه قوت برای تبلت ها نبوده و طبیعتا مشخصه دیگه، به خاطر فرم فاکتوری که این محصولات دارن شرکت ها خیلی روی بخش دوربین واسه این دستگاه سرمایه گذاری نمی کنن. گلکسی تب A9 پلاس سامسونگ کلن دو تا دوربین داره، دوربین اصلیش 8 مگاپیکسلیه و دوربین سلفیش 5 مگاپیکسلی. میتونید حدس بزنید که با این اعداد و ارقام عملکرد دوربین های این تبلت خیلی چیز خیره کننده ای نباشه و فقط واسه رفع احتیاج های ضروریتون بتونید ازش استفاده کنید. دوربین سلفی که عملا فقط برای برقراری مکالمات تصویری و ویدیویی مورد استفاده قرار میگیره، دوربین اصلیش هم عملا شاید استفاده خاصی نداشته باشه. سطح جزئیاتی که این دوربین سخت میکنه در هیچ شرایط نوری مساعد نیستش و خیلی سخت بتونید عکس های خوبی با این تبلت ثبت بکنید، باید همه چیز خیلی ایدئال باشه. ما در طول بررسی انصافا نتونستیم عکس های خیلی خاصی با این تبلت ثبت بکنیم که البته هم ایراد خاصی بهش وارد نیست، تبلت اختصاصی و اصلا کاربریش عکاسی و فیلمبرداری نیستش. سامسونگ برای این تبلت یه باتری 7040 میلی آمپر ساعتی در نظر گرفته که با توجه به ابعاد یه رقم معقول هستش. توی استفاده روزمره عملکرد باتریش خیلی خیره کننده نیستش، یعنی شما اگر بخواید یه تایم زیادی رو صرف بازی بکنید، ویدیو و فیلم ببینید، میتونید تو یک روز هم باتریش رو تموم بکنید. تست های بنچمارک هم بهمون نشون دادن که خیلی نباید توقعی از باتری این دستگاه داشته باشیم. این دستگاه از یه شارژر 15 وات پشتیبانی میکنه که نه تنها توی جعبش قرار نداره، بلکه رقم خیلی بالایی هم نداره و زمان زیادی رو برای شارژ دستگاه ازتون میگیره. الان که داریم این بررسی رو ضبط میکنیم، گلکسی تب A9 پلاس هنوز به صورت رسمی وارد بازار ایران نشده، اما تو بازار جهانی بسته به اینکه نسخه وای فای یا سیم کارت خودش رو تهیه کنید بین 230 تا 300 دلار قیمت داره. این یعنی اگر وارد بازار ایران بشه و نسخه سیم کارت خودش هزینه رجیستری رو بگیره، یه چیزی بین 12 تا شاید 16-17 میلیون قیمت این تبلت باشه. A9 پلاس یه تبلت بزرگ 11 اینچیه که ظاهر قشنگی داره و خوش دسته، ولی خب بزرگه، وزنش هم به نسبت اندازش زیاده، نمایشگرش خیلی با کیفیت نیست، ولی در سطح تبلت اقتصادی خوبه، بلندگوهای استریو با کیفیت و خوبی داره، از کارت حافظه پشتیبانی میکنه، عملکرد سخت افزاریش در سطح خودش خوبه. در مورد نرم افزارش هنوز ابهامات وجود داره، نمیدونیم چند تا آپدیت رو قرار بگیره. دوربین هاش رو که خیلی روش حساب نکنید. عملکرد باتریش هم متوسطه. اما این تبلت برای چه کسایی مناسبه؟ اگه تو محیط هایی کار میکنید که نیاز به یک نمایشگر بزرگ دارید، مثل کافه و رستوران و اینجور موارد، این دستگاه یه گزینه مناسب میتونه براتون باشه. یا اگر میخواید برای بچه‌تون که حالا خیلی هم بزرگ نیست یه دستگاهی تهیه کنید که نمایشگر بزرگی داشته باشه، هم بتونه حالا مثلا باش نرم‌افزاری مثل شاد و اینا رو اجرا بکنه، هم بتونه باش کارتون یا برنامه‌های دیگر رو ببینه و حتی بتونه بازی هم بکنه، بازم این تبلت گزینه مناسبی برای شما هستش. اما خب اگر نخواهید تا این حد هزینه کنید و شاید این اندازه از نمایشگر واسهتون بزرگ باشه، گلکسی تب A9 که نمایشگر کوچکتری هم داره یکی از گزینه‌های خوب براتون هستش. اما خب نظر شما چیه؟ اگر بخواید تو این بازه قیمتی، یعنی تا 300 دلار برای خرید یه تبلت هزینه کنید، آیا به سراغ این محصول سامسونگ میرید یا گزینه‌های دیگر رو مد نظر قرار میدید؟
مرسی که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. اگه از اون خوشتون اومد لایکش کنید و با دوستاتون به اشتراک بذارید. اگر میخواید از ما حمایت کنید کانال یوتیوبمون رو سابسکرایب کنید و زنگولش هم فعال کنید. اگرم میخواید تو جریان جدیدترین اخبار دنیای تکنولوژی قرار بگیرید، وبسایت سخت افزار مگ رو هر روز دنبال کنید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.